رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن دی سی با ماست. خانم برومند، چرا به نظرتون اینقدر واکنش برانگیخته هم حضور او و هم صحبت‌های او؟ سلام به شما و بینندگان دون آقای فرداد. ببینید، من فکر میکنم یه کمی زیاده رویه این توجه، شاید که تابستونه و همه کمی حوصله‌شون سر رفته، ولی چند تا نکته اینجا خیلی مهمه که بدونیم. اولا که آقای جاوید در نشست سازمان مجاهدین به نشست سازمان مجاهدین دعوت نشده بوده. یک سازمانی هست به نام که از سال 2016 فعالیت میکنه در سازمان ملل به نام عدالت برای قربانیان کشتار 67، به هیچ وجه نه اسم مجاهدین رو میاره، نه البته توضیحاتی هم که میده، یعنی هیئت مدیره خیلی مشخص نیست، ولی هیئت مشاور همه خارجی هستن و افراد وکیل و وزیر و افرادی که به هر حال خیلی قابل احترامن. برای همین و این سازمان خیلی سال داره فعالیت میکنه برای اینکه توجه سازمان ملل رو به کشتار 67 جلب بکنه، و خب وقتی که آقای جاوید رحمان تصمیم گرفتن که یک گزارش در مورد فجایع دهه 60 بنویسن، که خب هیچ گزارشگر دیگه یک همچین شجاعتی رو از خودش نشون نداده بود، این سازمان بهشون یک سری قربانیای مجاهدین رو معرفی کردن. باید این رو هم در نظر بگیرین که یه نفری مثل جاوید رحمان یا هر گزارشگر دیگه، کار اصلیشون گزارشگری سازمان ملل نیست، چون حقوقشون رو از کار دیگه ای میگیرن و به عنوان متخصص مستقل برای سازمان ملل روی ایران یا هر کشوری کار میکنن. یعنی که آقای جاوید رحمان کنار کارش که تدریس دانشگاه هست به کار گزارشگری سازمان ملل هم میرسه. بنابراین اینی که ما فکر کنیم، و از وقتی هم که آقای جاوید رحمان اومده ما چندین اعتراض خیلی سراسری اساسی داشتیم، از جمله 2019 آبان 98 و زن زندگی آزادی، اعتراضات آب و بازداشت‌های خیلی خیلی زیاد. اینی که فکر کنیم که آقای جاوید رحمان همون قدری رو مطلع در مورد سازمان مجاهدین که ما و متوجه این مسائلی که ما رو نگران میکنه هست، اشتباهه واقعا، برای اینکه اینها کار زیاد دارن از همه بر حقوق کارگران، حقوق زنان، حقوق بهائیان، نمیدونم این اون همه، یعنی اینجور نیست که وقت کنن که وارد جزئیات یه سازمانی بشن یا گروه ها و احزاب سیاسی مختلف بشن، اینجور واقعا نیست. از یه نظر دیگه هم خب باید گفت که پرزیدنت رئیس جمهور نیست فقط به انگلیسی، یعنی که شما یه هیئت مدیره هم پرزیدنت داره، یه سازمان حقوق بشر هم پرزیدنت الان داره. اصلا در خود سایت مجاهدین هم میبینم عنوانش رو، اونجا هم در سایت مجاهدین نوشتم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران. متاسفانه فرصتمون به پایان میرسه. خانم برومند، ممنونم از شما به خاطر حضورتون. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن.